صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قوانين جهاد مطالعة شروع کرده بودیم امروز ان شاء الله قانون چهارم یا شرط چهارم جهاد و قتال را مطالعه میکنیم در جلسات گذشته خواندیم که اول شرط جهادی است که او باید علیه ظلم و عدوان باشه یکی از قوانینش است شرط دومش است که او تحت رهبری یک حکومت اسلامی باشه یعنی هر گروه جداگانه نمیتونه که اقدام کنه و شمشیر را گرفته در زمین قتال کنه و شرط سومش بود که یک فوج اسلامی باید از لحاظ کمیت و کیفیت قابل مقایسه باشه با دشمن به این معنی است که یعنی نمیتونه که 100 نفر یک گروه را تنظیم میکنه و در مقابل یک ابرقدرت اقدام میکنند که ما جهاد و قتال میکنیم امروز یکی از قوانین بسیار و شرایط بسیار مهم جهاد را مطالعه میکنیم که او خودش مربوط نیت میشه که به کدام نیت باید جهاد شود همو قسمی که در هر عمل در هر عبادت نیت مهم است در حدیث اول صحیح بخاری میخوانیم که انما الاعمال بالنیات هر عملی را که انجام میدی مطابق نیتت است اگر نیتت به خاطر ریا باشه او عملت کدام ثواب و یا پاداش حاصل نمیکنی به همین خاطر اگر جهاد به خاطر دولت باشه به خاطر شهرت باشه به خاطر تسخیر زمین باشه به خاطر تسلط یک مملکت باشه و به خاطر از اینکه شجاعت خود انسان نمایش بده او جهاد نیست هیچ پاداش بر از او حاصل نمیشه و احادیث هست که بسیار یک موقف شدید را در این مورد بر خود گرفته که ان شاء الله پسندتر بیان میکنم به چی خاطر مهم است می خود نیت چرا مهم است به خاطر که در قتال انسان از بین میره یعنی انسان وقتی که طرف مقابل را از من میبری او فقط به خاطر رضای الله بوده میتونه یعنی به خاطر شهرت خود به خاطر شجاعت خود به خاطر از اینکه نشان میده که من دلیر هستم به این خاطر نمیتونه که انسان را از بین ببره همو قسمی که الله متعال میفهمه که من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا کسی که یک نفس را قتل میکنه بدون از اینکه اون نفس کدام قتل کرده باشه و یا فساد کرده باشه به این معنی است که تمام بشریت را و تمام انسانیت را قتل کرده احادیث بسیاری است که اگر کسی که بخاطر اظهار شجاعت خود اظهار دلاوری یا بخاطر از اینکه مردم بخاطر ریا باشه بخاطر تسخیر زمین باشه کسی که به او خاطر جهاد میکنه در این مورد احادیث چی میگه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم چی فرموده؟ از ابو موسی اشعری روایت است که شخص نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم میاد و از پیش پرسان میکنه که یکی کسی است یک انسانی است که بخاطر کسب مال غنیمت و یا بخاطر شهرت و یا بخاطر نشان دادن شجاعت خود جهاد میکنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که این جهاد جهاد گفته نمیشه جهاد مو است که فقط بخاطر رضای الله باشه حدیث دیگر است که شخصی نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم میاد که از او میپرسه درباره آن شخص بگوید که مفاد مالی به خاطر مفاد مالی و شهرت میجنگد رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرما که هیچ چیز حاصل نمیکنه یعنی تمام زحماتش عبث میشه ضایع میشه کسی که به خاطر مال به خاطر شجاعت به خاطر شهرت میجنگه هیچ چیز را حاصل نمیکنه اگر چه شمشیر را گرفته و یک کافر را از بین میبره این خودش هیچ پاداش بر ازی حاصل نمیشه این شخص سه بار همین سوال را پرسان میکنه که یک شخص است به خاطر شجاعت به خاطر شهرت به خاطر کسب مال جهاد میکنه قتال میکنه پیامبر اسلام هم سه بار جواب میده که هیچ چیز حاصل نمیکنه جهاد فقط مو است که به خاطر کسب رضای الله متعال باشه حدیث سوم دیگه بار از ابو هریره روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که در روز قیامت از اولتر از همه از سه طبقه مردم سوال و جواب میشه یک طبقه مو است که یک شهید می باشه الله متعال تمام نعمت های خود را یادهانی میکنه که من بالای تو فلان نعمت را کرده بودم فلان چیز را بر تو عطا کرده بودم از این سوال میکنه که بعد الله متعال عجیب میپرسه که تو برای من کدام کار انجام دادی یعنی اینقدر انعامات که ما بر تو بخشیده بودم کدام عمل را برعکس از او بر من انجام دادی تو این میگه من در راه تو قتال کردم و شهید شدم شخصی که شهید شدم
میگه من در راه تو قتال کردم تا اینکه شهید شدم، همی جانی را که به من داده بودی را در راه تو صرف کردم، از بین بردمش خواهد به خاطر رضای تو. الله متعال این شخص را تکذیب میکنه، میگه تو به این خاطر جهاد نکردی، به این خاطر قتال نکردی به خاطر رضای من، تو به خاطر قتال کردی که مردم باز شجاعت تو را بیان کنند. پس این شجاعت تو بیان شد، وقتی که بیان شد باز به ملائک امر میکنه کی را کش کنه و در دوزخ بندازه. اینقدر نیت مهم است، یعنی شخص جهاد کرده، تمام مشکلات را متقبل شده، تمام زحمات را متحمل شده، از خانه برآمده، در سنگر است، گرسنگی را، تشنگی را، زخم و تمامش تحمل کرده، ولی فقط نیتش به خاطر رضای الله نبوده، به خاطر بوده که اطراف از مردمی که هستند این یک شخص شجاع بوده. فقط نیت چقدر مهم است. این همین قسم اگر یک انسان نماز میخواد، صبح وقت میخزد نماز میخوانه، اما به خاطر از اینکه یک کسی برای بوده که نماز خوان است، نماز شبس را، همین زحمت که از خواب میخیزه عبس را، هیچ پاداش نیست، نه ای که تنها برش پاداش داده نمیشه، اجر داده نمیشه، عذاب الله متعال ایره گرفتار میکنه، میگیرش به خاطر که عبادت را به خاطر الله و به خاطر رضای الله انجام نمیده، به خاطر مردم انجام میده. به ملائک امر میشه کی را کش کنی و دوزخ بیندازه. یکی است، یک کسی است که در راه الله قتل شده، ولی نیتش کسب رضای الله نبوده، ریا بوده. این قدر مهم است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر میفرماید کسی که به خاطر قتال فی سبیل الله، یعنی برای از خانه که من قتال میکنم، نیتشی باشه که یک رسمان هم اگه بر من حاصل شوه به خاطر از این بسته کردن شطور می هم کافی است، میگه تمام زحمات از این عبس میره، اونم تمام پاداش اونم رسمان است، به خاطر که بر از اونم چی سفر کرده، به خاطر رضای الله سفر نکرده. باز هم نیت، که نیت خود را انسان خالص کنه به خاطر الله، و الله تنها نمو عبادت را قبول میکنه که خاص به خاطر رضای الله باشه، به خاطر خوش کردن مردم نباشه، به خاطر ریا نباشه، فقط به خاطر رضای الله، به این خاطر نباشه که در بین مردم بسیار مشهور شو، مردم همیشه از ما ذکر کنن، مردم همیشه یاد کنن که فلان شخص اینقدر شخص فصیح هست، بلاغت داره، فصاحت داره، شخص مشهور است، متقی است، تمام زحماتش از بین میره. ولی خود شهادت و کسی که شهید میشه مقام بسیار والا و اعلی را نزد الله متعال داره. الله متعال در قرآن میفرماید که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. کسایی که در راه الله قتل میشه، شما این قسم فکر نکنید که اونا قتل شده و از بین رفته، بل احیاء عند ربهم يرزقون، در حالی که او زنده هستند، نزد الله متعال هستند و نزد الله متعال رزق خود را از رزق خود استفاده میکنند. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احیاء ولكن لا تشعرون. کسی که در نس، یعنی فقط به خاطر کسب رضای الله تمام قوانین جهاد را فهمیده و قتال میکنه، با دشمن میجنگه و شهید میشه، شما برای از این کس نگوید که مرده، این زنده است، ولکن لا تشعرون، شما شعورش نداری. از اینجا باز ذهنایی که منحرف هستند استدلال میکنن که الله متعال گفته زنده است پس ما میخوایم که او را بگویم از او واسطه بگیر. اینجا مکمل یک زندگی برزخی بیان میکنه الله متعال، یعنی در ذهن کسی که کجی باشه و مرض باشه و از هر آیاتی که مکمل مستقیم بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده باشه از او یک چیز دیگه میگه. از او میگذریم. مقام شهید در حدیث هم بیان شده که الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی که در راه الله جهاد کنه و الله متعال خوب میفهمه که به خاص به خاطر رضای الله جهاد میکنه، پاداش از چی هست؟ مانند کسی است که از طرف روز روزه داشته باشه و از طرف شب نماز بخونه. اینقدر یک مقام عالی و بلندی هست، یعنی یک کس تمام روز روزه باشه و تمام شب ده عبادت باشه، ده نماز خوانده، این مثل کسی است که در راه الله متعال جهاد کرده باشه. حدیث دیگر است که از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیده میشه، این حدیث هم بسیار عجیب است که مقام شهید را بیان میکنه که چقدر بالا بوده. یک شخص نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم میآید که میگه به ما عملی را بگو که مثل جهاد باشه، کدام عمل را انجام بدم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم برش میگه که تو عملی وجود نداره که مثل جهاد ثوابش باشه، هیچ وجود نداره تو عمل. باز برش میگه، تاکید میکنه که آیا تو میتونی که وقتی که مجاهد از خانه خود خارج میشه، تو برید مسجد استاد شوی، تمام روز را نماز بخونی، تمام شب را و تمام روز را روزه بگیری، آیا امکان داره؟ او شخص میگه این قسم هیچ امکان نداره.
پس رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند می قسم هیچ امکان نداره که تو عمل وجود داشته باشه که ثواب از اون مثل جهاد باشه. ولی شرایط جهاد را مد نظر گرفته، قوانینش را مد نظر گرفته، خاص به خاطر رضای الله باشه، باز الله متعال جزا و پاداش از او را میده. حالا می خود نفس را گفتیم که نفس خود را چه قسم کنترل کنیم و چه قسم پاک و سیقل کنیم، که می خود تمام اعمال ما خاص به خاطر رضای الله باشه. این یک شاعر در شعر خود بیان میکنه که در شعر دو حدیث را میگنجانه، دو حدیث هم در شعر دیگه گنجانیده شده. شاعر میگه که کشتن ابلیس کار مشکل است، زیان که او گم اندر اعماق دل است. اما حدیث هست از رسول الله صلی الله علیه و آله که شیطان مثل از خون در شریان ها جریان داره، او هم جریان داره. کشتن ابلیس کار مشکل است، زیان که او گم اندر اعماق دل است. چی شبه باید بهتر آن باشد که مسلمانش کنی؟ چه قسم کشته شمشیر قرآنش کنی؟ یعنی یگانه رای حل که نیت انسان را پاک می سازه، اعمال انسان را درست می سازه، او قرآن است. قرآن را انسان بخوانه، بفهمه، بالای خود تطبیق کنه. دیگه خداوند متعال تمام ما را این توفیق را بده که قرآن را برش وقت بتیم، او را بخوانیم، مطالعه کنیم و بفهمیم و به او عمل کنیم. بارک الله لی و لکم بالقرآن العظیم و نفعنی و ایاکم.